سعی کنم یک دو میشه از بچه. سعی سوال جنتا شد. پدر جان نمی هستن شاید نمی جستن. من هم چند کنم. از غالبه غال از پدر جان. نه چی گفت برد؟ پدر جان. میشه ما رو خراب کنید. میشه ما رو خراب کنید. میشه ما رو خراب کنید. خواه که رو خواه کنید. تنگورم که تو دو بیا با. سوال خود خونه میرسه تنگور امریکا. که پیسی زیاد باعث شد که ما روی به این عمل بریم. دیگه ورزش میکردیم، یک چند سال قهرمانی در رشته بوکس و کانفو گرفتیم. او یک ذره غرور ما را بالا برد و همین باعث شد که ما روی به عمل بریم، روی به احتیاط بریم. بدین اسلام بنده فدایم شرق و غرب ور خطا دیده تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکام کرده دستا تورو او جذبو مریض یا معتاد به چهره زشت می دیدن. بله. و حالا شکرانگی خداست با امارات اسلامی خیلی تداوی کرد بر از اینا که مدت 4 ماه آموزش دیدن. به اون شکل که لندغر می بود یا یک دوز می بود به اون چهره با اتیار نبینه. از فامیلاشون خواهش میکنن که یا به بسیار به مهربانی صحبت کنن و بر اینا یک ماه و رموت هر چقدر تداوی کنیم بفایده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز. آرزو دارم که جور صحتمند سر حال باشید. باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. دوره سوم فراغت از معتادین است. ما در گذشته همچنان از امی کمپ یک برنامه داشتیم که کسایی که جمعواری شده بود و کسایی که مریض بودن اونا در شفاخانه های معتادین بستر شدن و صحتیاب شدن و حالا دیگه دولت همچنان تصمیم گرفته که برشون زمینه کار مساعد کنن و بعض از حرفه های مانند خیاطی، گلدوزی، بوددوزی و بعض چیزهای دیگر همچنان به اینا آموزش بدن. من دقیق نفهمم که تعداد چند برادر ما امروز از این حرفه ها فارغ شدن و پرسان میکنم که امروز که دوره سیومش هستم آیا تنها این برنامه تنها در کابل است و یا همچنان ولایت های مختلف چنین پروژه ها یا چنین برنامه هایی میباشد؟ صحبت های بیشتر میداشته باشم با کسایی که امروز فارغ شدن، تقدیر نامه گرفتن، شهادت نامه گرفتن و با مسئولا همچنان حرف ها و حدیث های زیاد میداشته باشم. در ادامه برنامه هستیم و نافتنمون که با وجوده که خردسن ها، نوجوان ها، جوان ها به این عمل آغشته بودن، مانند هموطن ما همچنان کسایی که سن هایشان نسبتا زیاد بودن اونها همچنان مریض بودن و خوشبختانه صحت یاب شدن و حالا دیگه یکی از تقدیرنامه ها به دستشان است. سلام، خوب هستین؟ حتماً جانتان و خیر هستین. اسمت علی آقا. علی آقا، چند سال مریض بودین؟ من از 15 سالگی مواد مخدر ادامه میدادم. از 15 سالگی؟ 15 سالگی. از افغانستان هستین؟ تو ایران زندگی میکنم. در ایران زندگی میکردین؟ در جامعواری آوردید یا خودت آمدید بستر کردید؟ اینجا برادرم آورده. پدرتان آوردید تا. خب چطور شد که یک بار در سن خرد شما مریض شوین و از این عمل استفاده کنید؟ دوستان برد منه. من دوستان برد گفت بیا از این مواد بکش یک چند روز سریال شوی. بعد من نمیدانستم از تریاگ و کراگ و از اینا شروع کردم شیشه تا اینجا رسید، تا مشروبات الکل چی میدم از اینا رسیدم. چند سال در ایران زندگی کردی؟ 27 سال زندگی. 27 سال. بعد حالا دیگه در کابل اومدی و خود بستری ساختی؟ کابل تو کمپ ایران هم بودم، 5-6 بار کمپ ایران رفتم. اونجا چطور نتیجه گرفتی؟ صحت یاب شدی؟ اونجا نتیجه گرفتم بهتر. کدام عملا را کدام مواد را استفاده میکردی؟ من کراک، شیشه، ایروین و چرس هم دیناست، تریاک از دیناست. یعنی هرچی پیش آمده خوش آمد؟ هرچی پیش آمد، آره خواهر آمد. پشیمان هستی؟ ها؟ پشیمان هستی؟ پشیمان هستم دیگه. اولش خیلی مثلا در کسی میگم بیکش شنگل شده سریال شوی از اینا، ولی خیلی دردناک است خودش. خیلی دردناک است. انسان تا که بیکشه؟ خب
فامیل داری؟ طفل، خرد، بزرگ، خانم، مادر؟ به خانواده دارم، یک دختر دارم، دو پسر دارم. چه از خانواده؟ ایران از مستم. ایران از مستم. اونو چی میگفتن وقت خودت میدیدن مریض بودی و به این عمله آغشته بودی؟ اونا میگفت که نکش مواد مخدر، نکش ایواد مواد مخدر میگشی، اینه مثلا پسته بخوای، چیزایی بخو. باعتم تو مواد مخدر نمیرسد، تو مواد نمیرسد، پسته جای خود داره، مواد جای خود داره. یعنی میوه و جای مواد نمیرسد؟ نمیرسد. گفتم اصلا نمیرسد تا جای شد. تقدیر نامه همچنان گرفتی، مبارک باشه. از کدام رشته خلاص کش؟ همین چی بیک سازی؟ برق؟ بیک. بیک آماده میسازی؟ خوش هستی یا نه؟ انا خوشحال هستم. این شاله خودم با کم بند کنم که دوباره سراغ مواد نرم. چی میگن؟ فامیل با دیدنت میاین نمیان یا همینجا مانده دیگه خلاص؟ فامیل اینجا که میبین برادر نمیاد تا زنگ زده بیای آزاد کنه ببرم. یک اون ذره پشت مواد دق نشدی؟ مواد که نه، یک بوی خاصی داره مثلا. یعنی چطوری بگویم؟ تو بدن آدم که سوزن میزنه از این که فکری آدم حواس آدم میرسه، ولی کاری کنم که خود نگهداری کنم چون خسته شدم. حالا دق نشدی که یکان چیزکو باشه که خودت نه از زن دیگه نه میکشی دیگه؟ یعنی نه دیگه، ما چون کمپا ایران 5-6 سال رفتم، دروغ من هم شخصی رفتم هم دولتی رفتم. بیا خدا مهربان است که دیگه نکشی دیگه، میصحت یاب شوی. زج خیلی کشیدم خواهرم، خیلی زج کشیدم. آبا جان خودت و آبا کسی که پشت دق شدن مثل طفلای دخترکای بچگکای دوست آشنا اصلا مثل شما و خواهرم مثل شما و مثلا چی مرد چی زن من نصیحت میکرد میکرد دنبال مواد نرو میگفتم باشه نمیرم باشه نمیرم بعدن که میدید که دست مواد خاک دست سر درچ میگم تو آدم نمیشی. خوش شکر که بخیر خلاص شدی و صحت یاب شدی. تشکر. ممنون. لطف شما، دعای خیر شما. بخیر باشی. خب دوستان زیادتر همی هموطنهای ما که دوچار به این مریضی میشن در کشورهای خارجی مثل ایران میشن، متاسفانه که مهاجرت میکنن، قاچاقی میرن و بعضی هایشان گله و شکایت از دوست دارن و بعضی هایشان از فامیل دارن و بعضی هایشان از اقتصاد خراب دارن. شرق و غرب ور خطا دیده تکبیر پا انگازم ایتم بام نکم کرده دستا تو رو او جذبم شرق او غار بر خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو شرق او غار بر خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو پا دین اسلام بند فدایم شرق و غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو زما جاهد د سنگرو رغله یا مشرق او غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو ریختیا پا دین بندی میندی شرق و غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو پاک امارات پا اسلام زان قربانا وینا شرق و غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو دا توپک جنگ دیل که تندر شرق و غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو ایتم بام ناکم کرده دستا تو رو او جذبو پا انگریز پریواتو پا تیخت بیر تا دینا شرق و غرب ور خطا دید تکبیر پا انگازو
پیټم بام ناکام کړ دستا تورو او جذبو څوک به په چا باندې مین وي شرق او غرب ورخطا دې د تکبیر په انګازو ایټم بام ناکام کړ دستا تورو او جذبو زخو په عشق د محمد لیوانه شوم شرق او غرب ورخطا دې د تکبیر په انګازو ایټم بام ناکام کړ دستا تورو او جذبو شرق او غرب ورخطا دې د تکبیر په انګازو ایټم بام ناکام کړ دستا تورو او جذبو شرق او غرب ورخطا دې د تکبیر په انګازو ایټم بام ناکام کړ دستا تورو او جذبو لا توجه منه خب دوستان دور سوم فراغت از معتادین است که اینا به حرفه های مختلف اینا فارغ شدن و صحبت های بیشتر با کسایی که صحت یاب شدن داریم سلام و علیکم السلام خوب هستین صحت مند جان دکتر از خیر هستین شکر بده اسمتان اسمم ظریف ظریف جان از کدام ولایت است از ولایت کندز چند سال مریض بودی؟ مدت 3 سال میشه که رو به مواد مخدر آوردیم و مدت پاکیم هم 1.5 سال میشه بله. بخیر خلاص شده صحتیاب شدیم کدام رشته فارغ شدی؟ رشته حرفه ترمیم وسایل کوچک خانگی ماشاءالله دیگه چی یاد گرفتی؟ با وجود که یاد گرفتی؟ با وجود از این یاد گرفتیم که یعنی درس خو یاد گرفتیم یعنی یک درس زندگی را یاد گرفتیم که یعنی بفهمیم که زندگی چی است معنای زندگی چی است یعنی معنایی که وقتی که رو به مواد مخدر بودیم یعنی او زندگی چی فرق داره این زندگی چی فرق داره یعنی خیلی از درس هایی که اینجا یاد گرفتیم تجربه ما همه شد که بهترین زندگی زندگی پاکی است بدون شک دقیقا بله. چی باعث شده بود چی دلیل بود که خودت رو بیاری به مواد مخدر و مریض باشی قبلا که بود ما در دوره جمهوریت وظیفه میکردیم در وظیفه بودیم در یک بسیار ولسوالی ناامن بودیم چون شبا در پوسته بیدار بودیم به خاطر بیداری از شیشه استفاده کردیم تا رو به مواد مخدر آمد بله از بیداری چون به خاطر بیداری کار گرفته میشد ازش استفاده کردیم بعدا شدیم معتاد فعلا شکر که صحتیاب شدی و خوشحال میشم فامیل کجاستن فامیل چیز میگن بعض اوقات به دیدنت میامدن نمیامدن بله بله از روزی که یک مدت 10 ماه را در کمپ امید اوجه سپری کردیم اوجه نمیامد چون بعد از کار امور اجتماعی آمد لسگیری مارکت گفت کار امور اجتماعی است اونجا گفت 4 ماه درس میخونیم بعد از 4 ماه فارغ میشیم بعد از اینکه اینجا آمدن فامیلای ما خبر شدن آمدن دیدن ما کردن خب فعلا هم فامیلای ما اینجا آمدگی است پایوازای ما آمدگی است انشاءالله به امید یک آینده بهتر انشاءالله به خیلی 3 سال خودت مریض بودی و دقیقا او وقتایی که وظیفه داشتی تا او وقتایی که مریض بودی حتما دیگه مفلسی میایه وقتی که مریض باشی کار خونه میشه دلت پول از کجا میکدی که شیشه رو میخریدی پول نه پولش ما که جایی بودیم که تقریبا 2000 مریض بود 2000 معتاد بود ها. اگر خمار میشدیم فرض مثال میرفتیم پیش از اون مزو پیش از این یک خدا خماری خدا مایده میکردیم بالاخره بعد از این تو پول بگوین نه به خاطر از اینکه با وجودی که خودت مریض هستی و بدنت مواد میخوای حتما پول بیتی که باز مواد بگیری وقتی که پول نباشه چه رقم مواد بر خودت خواهد داد پول قبل از اینکه در جمهوریت وظیفه میکردیم از معاشاتی که میگرفتیم کمی ذخیره داشتم که تا همو اندازه استفادهش کردیم بالاخره بعد از دیگه این سارا مجبور به هر کاری میگن مجبور هر کار هر کاری میگن مجبور. آیا گاهی اوقات دمو دوران دزدی کردین؟ بله بله گاه نه گاه گاه دزدی کردین گاه خودم جای دقیقاً از هر جا از هر جا یعنی مواد مخدر مجبورت میگن تا بکنی اگر تو هم نکنی مواد مخدر مجبورت میگن بکنی مجبور نیست بله روی سرک خانه ها جاده ها کراچی ها همه جا همه چیز بلندترین چیزی که قیمتی ترین چیزی که خودت دزدیدی چی بوده و چند فروختیش یادم نیست من خوشحال شدم که خودت صحتیاب شدی با امید از اینکه روزها
های خوب و خوش را داشته باشی، موفق باشی، سربلند باشی و این وعده را بده. هر اون سختی که بالایت آمد هیچ وقت دیگه مواد استفاده نمیکنی. خواهر عزیز، اول حمد و ثنای پروردگار مهربان را میکنیم که چون یک زندگی جدید برای ما هدیه داد، و دوم سپاسگزاری خود از امارات اسلامی میکنیم چون مثل یک فرشته نجات آمد ما را از حالت ذلت به حالت بهبودی کشید، ما به حالت خوبی تا یک زندگی بهتر و خوبتر برای خود ما آغاز کنیم. و شهادت نامه‌ای که برای ما امروز دادن درس خواندیم، یعنی شهادت نامه ما نشان خوبی آینده ماست. ان شاء الله. خیلی تشکر. خوشحال میشیم، باز اوقات میبینیم جوانای ما صحت یاب میشن و زندگی دوباره خودان آغاز میکنن و به امید از اینکه دیگه در افغانستان ما هیچ مریض دیدنش. خب دوستان، یکی از کسایی آمده که فکر کنم فرزندشان شاید مریض باشه، من ایفم خودشان معلومات میدن. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ دیگه کی مریض بود که حالا دیگه صحت یاب شدن؟ شکر. بچه من اینجا مریض بود، از خدا از امارات اسلامی خواهش خوشحال هستیم که مریض ما صحت یافته و صحت میفهم. انشالله با ما وعده داده که 3 روز پس یا 4 روز پس یا مریض خودش شاید نامش بگی مریض از غبو بود. بازم از امارات اسلامی سر خواهش میکنم کمی مریض ما را شهادت نامش بیته دیگه بخیر لخانه خبر. از کدام رشته بخیر فرزندتان خلاص کرده و کدام رشته را درس خونده؟ رشته خیاطی رو خونده. خیاطی رو خونده. ای بچه شما چند سال مریض بود؟ تقریبا نوده یک 2 سال، دور بر 2 سال. چه قضیت بودی که چقدر رنج می بودی؟ دیق بودیم دیگه، دیقی داره دیگه. دلگیر خوب بودیم دیگه. صد درصد دلگیر. بعض وقتا نمی شد که بیاید خانه خال مخال کنه، سر صدا کنه، یگان چیزه ببره بفروشه؟ اصلا او کار نداشته. اخلاقش بسیار سیه بود، مردم داریش با مردم بسیار درست بود. همینجا که آمدم خیلی خوشی آمد خودش خدا، اما خیلی لایق بچه است. خیلی چی دلیل بود که یک بار تو مریض شد؟ شد دیگه، نمیدونم چی شد دیگه. شما نمیفهمید؟ نه خبر ندارین؟ کدام مواد را استفاده میکرد؟ والا مواد چه ما ندیدیم دیگه، مقصد که کی مواد استفاده میکرد نمیکرد که شما میگفت یک تری واکس دیگه چیزی نیست. خودش ایجا آمد با پای خود یا شما آوردینش؟ نه خودش آمد با پای خود آمد. شکر که این بچه هایی که صحت یاب شد، خدا همیشه همین رقم صحت یاب داشته باشیش و دور داشته باشیش. اسلام دیم دیگه از ما و شما از کل لیگیر خدا آرندیش خواب نکنه در این نگه دایت کنه. لایمی زنده باشیم. یک جان تشکر بخیر. بسیار خوشحال میشیم که فامیل ها حتی مادرها پدرها امروز میاین به خاطر دیدن پسر خودشان که پسر خودشان صحت یاب شدن. و اینجا کمپ از آموزشی کمپ آموزشی معتادین در پل چرخی شهر کابل است. یکی از جوانای دیگه همچنان همینجا استاده هستند که فارغ شدن صحت یاب شدن و ما خوشحال میشیم. واقعا جای خرسندی است بر ما و شما. سلام، خوب هستین؟ علیکم السلام. شکر زنده باشید. شکر. اسمت؟ اسمم حمزالله است. حمزالله، مدت چند سال شما مریض بودین دقیقا؟ من مدت 16 سال. 16 سال؟ بله. کدام مواد را استفاده میکردین؟ مواد را دیگه همش استفاده میکردیم، از قبیل شیشه و پودر و تریاک، همش این مواد که در افغانستان پیدا میشه از همش استفاده میکردیم. یار از کجا میکردین؟ کس مفروخت یا چی رقم بود؟ یار دیگه مثل که میبینین در شهر و بازار مثل کشمش نخود سودا میشه، به رقم فریمان بود. حتی اگر یک چیز دیگه ضرورت میبود با مشکل پیدا میشد، ولی مواد بسیار با آسانی پیدا میشد. خب از کدام رشته فارغ شدیم؟ از رشته ترمیم وسایل کوچک و برقی خانگی. ماشاءالله. خوشحال میشم واقعا وقتی که من شما را میبینم صحت یاب شدین. خب میخوایم از گذشته پرسان کنم که مدت 16 سال شما مریض بودین، چی باعث شد شما رو بیارین به این مواد و متواتر استفاده کرده بودین؟ همی باعث شد که یکی پیسه زیاد باعث شد که ما روی به این عمل بریم. دیگه ورزش میکردیم، یک چند سال قهرمانی در رشته بوکس و کانفو گرفتیم. او یک ذره غرور ما را بالا برد و همی باعث شد که ما روی به عمل بریم، روی به احتیاط بریم و عمل کنیم. این مدت 16 سال شما مریض بودین و حتما دیگه هر چه خزانه دارم باشه پول خلاص میشه، درست است؟ پیسه پول مواد از کجا پیدا میکردین؟ خب پیسه پول مواد یا از
رای دوزی یا از رای یک رای پیداش میکردیم. مقصد پیدا میکردیم. مقصد پیدا از کجاها دوزی میکردیم؟ از هر جایی که دیگه ویره نمیدیم که جای حکومتی است، شخصی است، نظامی است یا هر چیزی است. مقصد دو آتش میزدیم و اون پیسه عمل خدا پیدا میکردیم. این مواد باز قیمت بود، ترزان بود؟ بگوین بر ما قیمت هاشه. این مواد دیگه قیمت بود خود دمی حکومت پیشین بسیار ارزان هم شده بود. خب باز هم با وجود از اینکه ارزان هم شده بود، هر معتاد که امو کم مصرف میکرد روز 700 800 1000 مصرف داشت. 700 800 شما مصرف داشتید دیگه. والا واقعا او اختار دیگه خداوند هیچ وقت نبیاره. ان شاء الله که دیگه هیچ نبیاره. فامیل کجاست از شما؟ فامیل همیجا از دکاوا میاین به دیدنتون؟ والا برادرای محمد همیجا هستند دیگه. خوش هستم از شان که دیگه هر سمرای من خیلی کمک شدن که ما بتانم دوباره سر پای خود استاد شوم و برای دین خود، با وطن خود و با فامیل خود خدمت کنم. شما وقتی که مریض بودین چقدر گپای منفی مردم بیشتر بود و چقدر شما را هر گپ میگفتن؟ بلای خو گپ آمیانه بود که هر کسی میدیده تا کسی که تو ما در یک موتر نمیشیشت. موتر اگر جای میرفتیم موتر بالای ما نمیکرد، میگفت خوشت از یا نگرده. کسی که تو ما سلام نمیداد. ولی حالا شکر میکنم که هم جامعه میخواییم و هم فامیل میخوایی و دیگه انشالله نخواد کسی بگوی که ولی کدامه بیداره یا خوبی آده. خب مدت چه مدت را شما در این کمپ بودین؟ ما با مدت 6 ماه در کار امور اجتماعی بودم و یک دو نیم ماه را در کمپ هزار بستر تیر کردم که بازده او جمعی از وزارت کار امور اجتماعی نماندهش آمدن. ما دیگه با داوطلب آمدیم اینجا، گفتیم باشه اگر فر یاد بگیریم یک کار یاد بگیریم، آمدیم اینجا و بالاخره فارغ شدیم. اگر بازم خداوند رحم روشنی کنه خودت بازم پولدار شوی، بازم مثل که گذشته گفتی که من در رشته های مختلف ورزش میکردم، آیا بازم به می یک هوای مواد سرت میه یا نه؟ نه خیر نه دیگه، خدا جان دیگه هوای مواد سر ما نبیاره، به خاطر که دیدیم همه تنگ دستی ها و تاریکی های مواد دیدیم دیگه بس هست. بس هست واقعا. من خوشحال شدم بازم که خودت صحتیاب شدی، موفق باشی در تمام عرصه های زندگی. تشکر، زنده باشی. زنده باشی. ما خوشحال میشیم که امروز میبینیم که جوانای ما که سالها اینا متاسفانه معتاد بودن، مریض بودن، حتی هم وطنشان فامیلشان ازشان بعدشان میامد، امروز اینا صحتیاب شدن. یا میبریم بشکنیم، زمین نابلد هم هست خونه میبریم. هرچی که داد میگیریم میتیم شن، نشی خود تخت میکنیم. اسلام علیکم ککو. علیکم السلام، چی آوردی با؟ ککو جان اگدانو بیتری بر تو آورده؟ بیتری را چی کنم، مالی جان موارف بیاریم، ما خدا خدا ما نمیم بیتری را ببرم. پیتی ناک بیتی ما بیتری را کجا ببرم؟ همی که باری واشه خودم کتت میبرمش. برای سی دانه که میگیریم میتیم. دو دانه دو آبی تک تو شیشه. بیشی بیشی بیشی. بای پا میتی آنه؟ بیشی بیشی. زنم برد نکنم. بادر جان نمی هستن شاید نمی جستن بیاز غال بغال هست نه چی گفت با؟ بادر جان بشه ما را خراب بیدیو با نمی خواهد 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 خواه
کم با آقای پنجازا بستم میگم میده کجاست بچه؟ من خودم یک وقت معتاد بودم کاکال در قریه دوکان جور کردم کاروبار میکنم شکر همین مرکز پل شرخی میگم اوشه ببر بسترش کن و دلب سرک برو در موتر بیشم اوشه بسترش کن بابا جان ببینیم چی جور شده دوستان ما کنار کس استاد هستیم که اینا اصل زحمت کشیدن اینا با کسای البته روزانه وقت خدانه میگذشتاندن که اینا مریض بودن بلخصوص تکلیف روانی داشتن و ببینیم در دوره آموزشی اینا چه مشکلات هایی را تیر کردن گذشتاندن سلام خوب باشین بخیر شکر سلامت باشین کوتاه‌تر خدا معرفی داشته باشین آره زحمت هستم یک دانه سوزان خیاط بخش خیاطی بسیار عالی خب میخوایم در نخستی رپرسان کنم بعضی از هموطنای ما که مریض بودن اینا دیگه تکلیف روانی پیدا کردن درست است در این مدت شما چه مشکلات هایی گذشتاندین آیا کسی خدای نخواسته سر شما وار کردن زدیتان ات حادثه خروق ندادم ما جمهوری که میکنیم ما در شفاخانه ها میگردیم فینکس از پنجر بستر است منیت مواد مخدر است جمهوری میکنیم ما با خواست خود از اینا یار جمهوری میکنیم به زور نیست و مریضایی که بسیار دیوانه باشن و را جمهوری نمیکنیم کسایی را جمهوری میکنیم که میخواهن از این عمل ترک کنند بله اراده قوی داشته باشن اونا را میگیریم و اونا را که میریم مدت 4 ماه یا آموزش میتیمشان هر ما دو تایم درس هم داریم صبح هم داریم پیشین هم به تعداد 110 نفر شاگرد داریم و شاگردای ما هفته اول و ماه اول از مشکلات خود دارن بعد از اینکه انگیزه دارشان داده میشه و سیستم و کار میبینن مساسا خودشان یاد میگیرن بسیار عالی خوب است که خدای نخواسته شما ما از یک دکتر صحبت های داشتیم در کمپ فنکس گفتن که ما را آمدن از خوب یک لط خوردم نه بدل خدا دوی سوی یار ما موقع خودمون نمیدن که برای ما سر ما دست بلند کنن چرا که شاگرد تا استاد باید دمیستان بگم که مدره باید امو انگیزه ایره که استاد داره و شاگرد برش چی باشه بفهمه بله که استاد داخل سن باید شد بفهمه کنه من استادم هست نه باید که بگه همراه شاگرد شوخی و مزاق کنه باز اونمو لطو میخوره و به آبگیان برشون میشه خب میخوام یک چیز دیگر از شما پرسان کنم آیا تنهای دوری آموزشی در کابل است یا ولایت ها همچنان نه خیر نه ولایت ها هم است ولایت ها هم است و اینجا مرکز ما کس اینجا هم است ولایت ها هم است دقیقاً چند شاگرد از زیر دست شما فارغ شده ما تا فعلا تنها از نمی 1500 نفر شاگرد فارغ شده تا فعلا نمی سه دوره یک است فارغ شده بسیار عالی پیام داشته باشید کمری وطندار در خدمت است پیام ما با خانواده‌ای هستند که فامیلایشان سابق مریض یا معتاد به چهره زشت می دیدن بله. و حالا شکرانگی خداست با امارات اسلامی خیلی تداوی کرد بر از اینا که مدت 4 ماه آموزش دیدن به اون شکل که لندغر می بود یا یک دوز می بود به اون چهره باید یارو نبینه از فامیلایشان خواهش میکنن که یا به بسیار به مهربانی صحبت کنن و بر اینا یک ماه و رموت هر چقدر تداوی کنیم بیفایده است یا که از اینجا فارغ میشن خود فامیلایشان مسئولیت دارن یک مده داده کنار از اینا بگردن بله. یا را تنها نمانن یا ساعت یا بسن مشکل ندارن یا خدا میروانه تشکر بخیر باشیم از آغاز جمعواری معتادین بر شما برنامه داشتم و شما در گذشته ها دیده بودین که هر گوشه و کنار از کابل ولایت ها زیر پل سر پل و همچنان تپه ها ما میبینیم که متاسفانه مریض ها موجود بود و حالا خوشبختانه تمامش یک روال جمعواری شد دوباره به شفاخانه ها بستری شد مدت چند وقتی که به شفاخانه ها بودن به کمپ های مختلف تقسیمات شدن و حالا دیگه اینم کمپ آموزشی در پل چرخی است که دقیقا دور سوم فراغتشان امروز بود و ما خوشحال میشیم که جوانای ما و شما بالخصوص کسایی که مریض بودن متاسفانه از حال خود خبر نبودن در گوشه ها میشیشتن و امو به گفته ما و شما هر کس ازشان نفرت میکردن و خوشبختانه امروز حتیاب شدن و حرفه های مختلف دستیابی پیدا کردن
و انشالله زمینه کار برشان مساعد شود و دیگه ما شما شاهد ازی باشیم که هیچ مریض در افغانستان در ولایت های مختلف موجود نباشد. امروز آمدم از پلچرخی کمپ آموزشی متادین بر شما برنامه گرفتم، خدا کنه مورد دیدی شما قرار گرفته باشه. همیشه تلاش میکنم، کوشش میکنم بهترین ها را بر شما از روزنه زیبای وطن دار پلاس تقدیم کنم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به خدا یکتا میسپارم. نگفته نمونه که ویدیوهای ما رو شیر کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. خدا نگهدار شما.